با خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه طی دو دهه گذشته و تبعات وحشتناکی که این وضعیت میتونه برای زیست مردم شهرها و روستاهای اطراف و حتی معیشت اونها ایجاد کنه، افراد و گروه‌های مختلفی سعی کردند با ارائه راحت راهی برای نجات دریاچه ارومیه ارائه بدن. اما از بین تمامی این راه حل‌ها، اونچه که ستاد احیای دریاچه ارومیه تحت عنوان نقشه راه احیای دریاچه ارومیه ارائه داده، داستان کاملاً متفاوتی. ما در ویدیوی قبلی به طور کامل به بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و دلایل خشک شدن اون پرداختیم. که اگر اون ویدیو رو ندیدید، پیشنهاد میکنم از طریق لینکی که در بالای صفحه ظاهر میشه اون ویدیو رو تماشا کنید و با لایک، کامنت و سابسکرایب به ما در این مسیر کمک کنید. با بدتر شدن وضعیت دریاچه ارومیه و احتمال خشکی کامل اون، راه حل‌های مختلفی برای تأمین آب ورودی به دریاچه مطرح شد. راه حل‌هایی مثل انتقال آب از رودخانه ارس یا انتقال آب از دریای کاسپیه، یا حتی مطرح کردن راه‌هایی مثل تخریب تمام سطح‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه که به بررسی هر کدوم می‌پردازیم. در رابطه با انتقال آب از حوزه‌های آبریز دیگه به دریاچه ارومیه، باید این نکته را توجه کنیم که انتقال آب باعث میشه تا محدوده مقصد تا ابد وابسته منابع آبی نقطه دیگه باشه، که این مسئله ممکنه باعث بروز مشکلاتی در محدوده مبدا بشه و حتی در بلند مدت مشکلات رو دو برابر کنه، که ما در ویدیوی انتقال آب یک راه حل و یا تشدید کننده بحران به طور کامل به بررسی معایب انتقال آب بین حوزه‌ای پرداختیم که لینک اون رو در بالای صفحه و داخل دیسکریپشن قرار میدم و میتونید تماشا کنید. اما در رابطه با تخریب تمام سطح‌های حوزه آبریز، باید حواسمون باشه که درسته که سدسازی نقش مهمی در افزایش سطح زیرکش و کاهش آب ورودی به دریاچه ارومیه داشته، اما جدایی از اون تامین کننده آب شرب و کشاورزی امروز محدوده دریاچه ارومیه است و نباید تمامی اونها رو تخریب کنیم، بلکه باید با مدیریت درست بهره‌وری رو بیشتر کنیم و از هدر رفت آب و مصرف بیش از اندازه جلوگیری کنیم. اما همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم، ما باید یک برنامه بلند مدت برای احیای دریاچه ارومیه داشته باشیم که در سال 1392 با تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، نقشه راه احیای این دریاچه در یک بازه زمانی 13 ساله تدوین شد تا دریاچه ارومیه از این وضعیت در سال 1393 به این وضعیت در سال 1406 برسه. این برنامه دو دوره زمانی مختلف داره و از سه طریق منابع آبی خودش رو تامین میکنه. اول، جریان طبیعی رودخانه های حوزه آبی است که شامل 41% منابع این طرح میشن. دوم، تأمین از محل کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که 29% رو شامل میشه، و در نهایت تأمین از محل اجرای پروژه های جدید که 30% رو تأمین میکنه و در مجموع 3426 میلیون متر مکعب حقابه رو برای دریاچه برمقام میاره. اگر به درستی اجرا بشه، در نهایت در سال 1406 دریاچه ارومیه به طور کامل احیا و مساحت اون 4375 کیلومتر مربع و حجم نهایی اون 14394 میلیون متر مکعب میشه. که برای درک بهتر بیایید با جزئیات بیشتری به بررسی این منابع تامین آب بپردازید. در رابطه با تامین آب از طریق جریان طبیعی رودخانه ها، طبق جدول زمانی ارائه شده، میزان ورودی از سال 1393 تا سال 1406 هر سال 1420 میلیون متر مکعبه. هیچ کاهش یا افزایشی هم در کار نیست و این منبع به طور ثابت در بازه زمانی تعریف شده وارد دریاچه میشه. اما روند تامین آب از طریق دو منبع دیگه متفاوته. همونطور که قبلتر گفتم، این برنامه دو بازه زمانی داره، یعنی دوره تثبیت که سالهای 1393 تا 1395 رو شامل میشه و دوره احیا که سالهای 1396 تا 1405 رو در بر میگیره. و در دسته دوم منابعی که برای تامین حقابه دریاچه ارومیه تعریف کرده، این مسئله رو مطرح میکنه که اگر 40% صرفه‌جویی در بخش کشاورزی صورت بگیره، اون وقت از محل سدها در دوره تثبیت به طور میانگین 180 میلیون متر مکعب و در دوره احیا 359 میلیون متر مکعب از منابع آبی دریاچه تامین میشه و این عدد در سال احیای نهایی به 377 میلیون متر مکعب میرسه که به دلیل صرفه‌جویی که در بخش کشاورزی صورت گرفته، از سایر رودخانه ها هم 611 میلیون متر مکعب آب تامین میشه و در نهایت این دسته با 988 میلیون متر مکعب آب 29% حقابه رو تشکیل میده. اما در دسته سوم، هدف تامین منابع آبی از طریق انتقال آب بین حوزه‌ای و پساب تصفیه‌خانه‌هاست. بر طبق برنامه از سال 1400 تا 1405
هر سال 623 میلیون متر مکعب آب از رودخانه زاب انتقال پیدا میکنه و 95 میلیون متر مکعب دیگه هم از سد سیلوه که در جنوب غربی دریاچه ارومیه قرار داره به سمت این دریاچه روونه میشه که به همراه 302 میلیون متر مکعب پساب تصفیه خونه ها مجموع 1020 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه میشه و در نهایت با انجام تمامی این اقدامات و طی شدن این بازه های زمانی دریاچه پس از 13 سال به تراز اکولوژیک خودش میرسه و احیای نهایی صورت میگیره. هرچند که این برنامه روی کاغذ قابل اجرا و مناسب به نظر میرسه، اما اونچه که از وضعیت امروز دریاچه ارومیه مشاهده میکنیم نشون میده که نتیجه اون به هیچ عنوان تأثیر مثبتی رو به جا نذاشته. اما سوال اساسی اینجاست که چرا این اتفاق افتاده و چه دلایلی باعث عدم موفقیت این برنامه شده. قبل از هر چیز باید نکته خیلی مهم رو در نظر بگیریم که احیای دریاچه ارومیه ماهیت پیچیده‌ای داره و چون با معیشت و اقتصاد جامعه پیرامونش گره خورده، کار رو به شدت سخت میکنه و اجرای چنین برنامه‌هایی نیازمند نهادسازی، آگاهی بخشی و اراده جمعیه و بدون این عوامل بهترین برنامه‌ریزی‌ها هم با شکست مواجه میشن. بر طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، فاز اول اقدامات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه یا همون دوره تثبیت با انجام اقدامات ضربتی مثل توقف ساخت سدهای در حال ساخت، نظارت دقیقی که بر مصرف 12 سد بزرگ حوزه آبریز انجام دادند، نایروبی رودخانه‌ها و کنترل نظارت شبانه روزی بر روی اونها و همینطور ندادن آب مازاد به بخش کشاورزی تا پایان شهریور ماه 1396 موفقیت آمیز بوده و با شروع فاز دوم در نظر داشتند که با تکمیل و ساخت پروژه‌های تعریف شده در برنامه تا سال 1400 به اهداف بعدی خودشون دست پیدا کنند. اما بنا به دلایل متعدد این فاز موفقیتی رو به دنبال نداشت، به طوری که در نهایت این برنامه در سال 1400 چیزی کمتر از 25% از اهداف خودش رو تونسته محقق بکنه. دلایلی مثل پراکندگی اجرای اقدام‌ها و عدم تمرکز بر روی پروژه‌های کلیدی، عدم نهادسازی درست و تغییر رویه‌ها، ناهماهنگی که بین سازمان‌های مختلف وجود داشته، بی‌توجهی به پایداری و تاب‌آوری پروژه‌هایی که تعریف کردن و عدم نظارت و مدیریت مناسب. هرچند که برنامه احیای دریاچه ارومیه در نهایت نتونست موفق باشه، اما نتیجه مثبت اون در دوره تثبیت این نکته رو نشون داد که اگر برنامه‌ریزی و مدیریت درستی وجود داشته باشه، در نهایت نتایج خوبی رو هم به همراه داره. اما بیاید نکات مثبت و منفی برنامه رو با هم دیگه بررسی کنیم. یکی از نکات خیلی خوب برنامه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزیه که ما در ویدیوی قبلی در رابطه با تاثیر این بخش و راندمان اون صحبت کردیم و گفتیم که بهتر محصولات آب بر و محصولات کم آب بر جایگزین بشه. نکته مثبت دوم برنامه استفاده از پساب تصفیه خونه هاست که به شدت مهمه و میشه از اون حتی برای تغذیه سفره های آب زیرزمینی محدوده هم استفاده کرد. در کنار این نکات توجه به چاه های آب تأسیس شده در محدوده و کنترل میزان مصرف اونها و حتی کنترل و نظارت بر سطح های بزرگ محدوده که در برنامه بر روی اونها تاکید شده بسیار اهمیت داره. اما انتقاد آب بین حوزه‌ای که به عنوان منبع تامین آب در دسته سوم به اونها اشاره شده ممکنه در بلند مدت برای محدوده های رودخانه زاب و سد سینوه مشکلات ایجاد کنه و وابستگی بخشی از منابع قابل تامین به روش انتقال آب راهند پایدار و مطمئنی نیست. در کل برای احیای دریاچه ارومیه چند نکته اساسی به شدت حائز اهمیت. اول، مدیریت تمامی منابع آبی باید در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه صورت بگیره. دوم، کنترل و نظارت دقیق بر میزان مصرف در بخش‌های مختلف و جلوگیری از هدر رفت آب. سوم، کاهش مصرف آب‌های تجدیدپذیر از 70% به 40%. چهارم، جایگزینی محصولات آببر با محصولات کم آببر. پنجم، استفاده از روش بازچرخانی آب غیر مستقیم در شهرها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی به عنوان حائل طبیعی و در نهایت مقابله جدی با حفر چاه‌های غیر مجاز. هرچند که این نکات شامل تمامی راحت‌ها نمیشه، اما میتونن تأثیر مثبت مناسبی رو در نجات دریاچه ارومیه و بهبود شرایط زیست توی اون محدوده به دنبال داشته باشه، چون که در نهایت با آگاه سازی و اراده جمعی مردم حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشه این دریاچه رو نجات داد. اگر شما دوستان هم راحت یا نکته رو در نظر دارید با ما در بخش کامنت ها مطرح کنید و با معرفی و به اشتراک گذاشتن مطالب ما رو در این مسیر همراهی کنید.